درود بر شما و درود بر شنوندگان. عرض خدمت شما، خواهر من را حدود 20 روز پیش به صورت ناگهانی و بدون هیچ خبر قبلی و یا ابلاغ قبلی، در هنگامی که به خانه خودش برمیگشته، از خونه ما، از خونه پدرم به طرف خونه خودش رهسوار بوده و در نزدیکی خانه دستگیرش میکنن و مجبورش میکنن حتی به داخل خانه بره و تلفن های دستیش و یه سری وسایل رو با خودش ببره و ضبط کردن. برزات هیچ خبری نبود از قبل و به صورت ناگهانی اینجا این اتفاق انجام شد و الان هم حدود 20 روزه در بند 209 اوین تحت بازجویی قرار داره و خبر چندانی ما متاسفانه نداریم. در دو یا سه نوبت به صورت خیلی کوتاه، کمتر از 10-20 ثانیه صحبت کرده با مادرم که بگه که حالش نسبتا خوبه، ولی خب مشخص بوده که هم صداش خسته بوده و همین که بهش بیشتر از این اجازه صحبت کردن نمیدادن، یعنی تحت نظر بوده و نمیتونسته صحبتی که میخواد را انجام بده. برصد خواهر من را به صورت ناگهانی گرفتن و الان 20 روزه که دست سازمان اطلاعات به احتمال بسیار قوی و در تا موقعی که بازجویی ها هم تمام نشه، خواهر من نمیتونه وکیل داشته باشه. فکر میکنم این روشی است که این رژیم برای همه زندانیان سیاسی اجرا میکنه و همه ما میدونیم که تعداد زندانیان سیاسی در ایران بسیار بسیار بالا هستند و بسیاری از مردم در رنج و در حبس این رژیم قرار دارند. برصورت خانواده نگران سلامتی خواهرم هستند و هستش و خواهرم به مرض آلرژی و آسم مبتلاست و امیدوارم که در اونجا بهش دواهای لازم و رسیدگی لازم بشه و جرمشون نگفتن، هیچ به صورت مشخص اعلام نکردن، در تماسی با خانواده گفتن که جرمهای زیادی داشته. درسته که خواهر من فقط کارهای حقوق بشری و کمک به خانواده زندانیان سیاسی و مستمندان در داخل انجام میده، کارهای خیریه ای انجام میده. البته به احتمال زیاد مقداری از زندانی شدنش به خاطر همون شرکت در بزرگ داشته زادروز شعبان و فرح بود و پیامی که برای شعبان و فرح خونده بود به حتم مورد میل اینا واقع نشد و موجب خشمشون قرار شد که خواهرم را گرفتن. احتمالش بسیار زیاد. از نهاد اطلاعات سپاه تماس گرفتند و البته به صورت مشخص گفتند که سر صدای زیاد نکنید و خب میبینید من معمولا مصاحبه میکنم با بسیاری از رسانه‌ها و بسیاری مطالب را بیان میکنم و ترسشون از اینه و همچنین ترسشون هم از اینه که مادر من، خب از سال 88 مادر من تمام تماسهاش را با برادرش قطع کرد و مخالف جدی این رژیم شد و البته بود و همیشه همراه پدرم بود مادر من و میترسن که مادر من هم صحبتی بکنه و مطالبی که میدونه را بیان کنه و خب برای رژیم و برای شخص علی خامنه‌ای بسیار سخت خواهد شد. در مورد دوا نه، ما برای اون نتونسته برای اون دوایی بفرسته و نخواستم و به احتمال زیادم هنگام دستگیری با خودش دوا نبرده. امیدوارم اونجا برسات یک بهداری داشته باشن و لوازم و دواهای لازم رو بدن. امیدوارم.